بابا رای بدیم چی بشه؟ واسه چی رای بدیم؟ تحقیل شرایط شرکت ده برای اینکه خیلی نمیده خودش رای میدیم؟ اصلا به هیچ که نمیدیم ما به هیچ احدی دیگه رای نمیدیم رای ندیم تا ادب بشن مهمترین جمله‌ای که این روزا در دفاع از تحریم انتخابات میشه این جمله رو اونایی میگن که به کشورشون علاقه‌مندن اما از نابسامانی وضع موجود خسته و ناامید هستن خیلی از توقعاتی که داریم برآورده نمیشه همه چی مثل قبل شاید هم بدتر شده باشه تمام حرفاشون دروغه بخاطر اینکه دروغ میگن مردم واقعا سرعت اعتماد شده باشه فکر میکنن با قهر کردن با صندوق رای میشه تغییر ایجاد کرد واقعا تفکر چقدر به واقعیت نزدیک یعنی دقیقاً قراره چی بشه واقعاً با رأی ندادن چیزی تغییر می‌کنه اصلا چطوره براتون یه مثال بزنم یکی از کشورها توی برهه‌ای از تاریخ به خاطر یه موضوع ساده درگیر آشوبی شد که شاید کسی فکرشو هم نمی‌کرد که باعث بشه توی مدت کوتاه تبدیل به جهنم بشه و همین موضوع ساده باعث بشه اونایی که منتظر همچین فرصتی بودن کاری کنن که این کشور زیبا 10 سال تو شعله‌های جنگ بود بسوزه 10 سال آوارگی، عقب افتادگی، کشتار وحشتناک 400 هزار انسان بیگناه، غارت اموال و دارایی مردم بیدفاع، کشوری که اشغالگران و متجاوزان اومدن کارشو تموم میکنن، اومده بودن که این کشور رو به چند تکه تقسیم کنن، برای قتل عام غیر نظامی ها میلیاردها دلار هزینه کنن، این کشور جنگ زده سوریه بود، اون متجاوزان و اشغالگران که تلاش داشتن شعله جنگ روشن نگه دارن همون کشورهایی هم که سال هاست دنبال فرصت هم تا به کشور مسلط بشن حالا قضاوت با شما رأی ندادن ما اوضاع مملکت رو بهتر میکنه یا فرصت مناسب رو به اون کشورها میده این نکته رو یادتون نره اهمیت انتخابات رو داشتی جگاه میفهمید